دوستان عزیز سلام، ممنون که با ساب، لایک و کامنت ما رو همراهی میکنید. حقایقی جالب و عجیب درباره خواب که نمیدونستید. ما هر شب میخوابیم بدون اینکه بدونیم قراره چه خوابی ببینیم. میتونیم در خواب پرواز کنیم، با مرده ها حرف بزنیم یا به دوران مدرسه برگردیم. خوابها اونقدر عجیب و اسرارآمیزن که دانشمندان سالهاست اون رو بررسی میکنن. نابینایان میتونن بسیاری از صحنه هایی که قبلا دیده بودند رو دوباره در خواب ببینن. محققان از 50 نفر که نیمی از اونها نابینا بودند خواستن به مدت 4 هفته خواباشون رو ثبت کنن. اونها دریافتند که شرکت کنندگانی که نابینای مادرزادی نبودند، ادراک بصری در خوابشون دارند. اما هرچه از زمان نابینا شدنشون بیشتر گذشته بود، چیزای کمتری می‌دیدند. یکی از یافته‌های جالب دیگه این بود که نابینایان بیشتر کابوس می‌بینند. در مدت آزمایش تنها 7% از افراد بینا کابوس دیدن، در حالی که در این میان نابینایان 25% بود. کابوس های اونها شامل چیزهای ترسناکی در بیداری مثل گم کردن سگ راهنماشون، گم شدن یا تصادف کردن می شد. محققان تصور می‌کنند که کابوس‌ها نوعی تمرین زندگی واقعی هستند و نابینایان بیشتر به اون نیاز دارند، چون خطرات بیشتری رو در زندگی روزمره در انتظارشونه. نه تنها میتونید کنترل کنید که چه خوابی ببینید، بلکه میتونید کنترل کنید که در خواب چیکار کنید. رویای شفاف یا رویای آگاهانه به رویایی گفته میشه که فرد در اون میدونه که در حال خواب دیدنه و همچنان توانایی کنترل محیط فیزیکی رو نداره، ولی به صورت آگاهانه روی رویا کنترل داره و میتونه صحنه رویا رو به میل خودش تغییر بده. روش‌های مختلفی برای دیدن خواب‌های شفاف وجود داره که یکی از اونها آزمایش واقعیت. بخشی از آزمایش واقعیت اینه که در طول روز از خودتون بپرسید آیا خواب میبینید؟ و سپس به دنبال نشانه هایی باشید که بیدار هستید. شاید فکر کنید نیاز به نشانه نیست و بدیهیه که خواب نیستید. اما انجام این کار در روز به شما کمک میکنه در شب از خواب بودنتون آگاه باشید. قبل از اینکه بخوابید به خودتون بگید که خواباتون رو به یاد خواهید آورد. خواب قبلتون رو به یاد بیارید و به دنبال نشانه هایی بگردید که خواب بوده است. تصور کنید که میخواستید در اون چه کار کنید. سپس این مراحل رو تکرار کنید تا خوابتون ببره. دیدن خواب شفاف سخته و به تمرین ذهنی زیادی نیاز داره. اما یا ارزش نداره تصمیم بگیرید در خواب پرواز کنید به جای اینکه فقط امیدوار باشید این اتفاق بیفته؟ نوزادان خواب نمی‌بینن. آیا تا به حال به این فکر کردید که نوزادان چه خوابی می‌بینن؟ نوزادان اصلا خواب نمی‌بینن. اونها حافظه رم خودشون رو صرف ایجاد مسیرهایی در مغز و مهارت‌های زبانی می‌کنن. با توجه به این پیشرفت‌های مغزی که جریان داره، قدرت مغزی زیادی نمی‌مونه که خواب بسازه. بچه‌ها تا 4-5 سالگی، یعنی تا زمانی که توانایی تجسم چیزهای خیالی رو به دست آورند، خواب نمی‌بینن. حتی بعد از اونم خواباشون فاقد شخصیت، خاطرات و احساساته. تا 7-8 سالگی که حس هویت در اونها شکل می‌گیره و هرچه درکشون از خودشون قوی‌تر باشه، خواب‌های روشن‌تر و سازمان‌یافته‌تر می‌بینن. عمل کردن یا برون ریزی خوابهای خشونت آمیز نشانه اختلالات عصبی است. آیا می دونستین هنگام خواب عضلات تقریبا فلج می شن و نمی تونید خواباتون رو اجرا کنید؟ کسایی که عضلاتشون هنگام خواب از کار نمی افته و خوابشون رو اجرا می کنن،
احتمالاً بعداً مبتلا به اختلالات عصبی مثل جنون یا پارکینسون میشن. در یک بیماری نادر به نام اختلال رفتاری رم، افراد خشمگینانه خواب‌هاشون رو اجرا میکنن و ممکنه به خودشون یا دیگران آسیب برسونن. به عنوان مثال، فردی خواب دیده بود که موشک با هتلی که در اون خوابیده برخورد کرده. به همین دلیل هم در خواب و هم در واقعیت از پنجره طبقه دوم بیرون پرید و بسیار آسیب دید. افراد فلج یا ناشنوا اغلب در خواب میتونن راه برن یا بشنون. جسم شما در خواب جالب تره و امکاناتی مثل پرواز یا نفس کشیدن زیر آب رو در اختیارتون میذاره. ممکنه بدونید که در خوابتون جسم دارید، اما احتمالاً هیچ جزئیاتی از جسمتون رو در خواب نمیبینید. تا به حال شده خواب عجیبی ببینید و سراغ تعبیر خواب برید، اما حس کنید چیزی که گفته هیچ ربطی به زندگی شما نداره؟ این به این دلیله که خوابها بسیار شخصی هستند و یک شیء یکسان در خواب هر کس میتونه معنای کاملا متفاوتی داشته باشه. به جای اتکا به تعابیر خواب، سعی کنید با فکر خودتون اون رو تحلیل کنید. ابتدا به محض بیدار شدن خوابتون رو ثبت کنید. هرچه بیشتر بنویسید، بیشتر احتمال داره یادتون بمونه. سپس ببینید تو خوابتون چه احساسی داشتید. ناراحت، عصبانی یا شاد بودید؟ آیا بعد از بیدار شدن احساساتتون از بین رفت؟ ببینید آیا فکرهای تکراری در خوابهاتون داشتید؟ در نهایت همه ی عناصر خوابتون رو در نظر بگیرید. افرادی که در خوابتون دیدید میتونن نشاندهنده جنبه‌های مختلف شخصیت شما باشن. چیزایی که در خواب با اون مواجه شدید میتونن نشان دهنده افکار و احساسات شما باشن. خواب شما منعکس کننده تجربیات، افکار و احساسات شماست و فقط شما متخصص اون هستید. چهره کسایی که در خواب دیده اید رو به خاطر دارید؟ شاید هرگز متوجه نشده باشید، اما نکته بسیار جالبیه. این مسئله نه اتفاقیه نه جادویی تو کاره. شما همیشه چهره ها و کسانی رو در خواب میبینید که اونها رو قبلا دیده اید. تحقیقات نشون داده همون بخشایی از مغز در هنگام خواب عمیق بالاترین فعالیت رو دارن که وظیفه تشخیص چهره رو بر عهده دارن. ممنون که تا پایان این ویدئو با ما همراه بودید. لطفاً نظرتون رو کامنت کنید.